میبینم که باز اینا برگشتن. کامی کم کم دارم میان رو اعصاب من. شما بی خودی نگران بابا، نیا خون آقا، اینا مسافرن، با ما چیکار دارن؟ من بهت گفتم رایشون کن برم غیر از اینه. آقا برم بهشون چی بگم؟ آخه ما خیابونو که نخریدیم. آقا نیا کن، نیا کن، زن و بچه چقدر ماشین، کلی وسایل اونجا داره. ببین احمق، پلیس تو پوشش همین چیزا ما رو زاق میزنه. گفتی یه دونه پیرمرد توشونه ساره؟ آره آقا. ممکنه همون پیرمرده سرنگ آگاهی باشه. آقا این پیرمرده کلن تعطیله، اون با من خیالتون راحت باشه. دو نفر لب و فروش دارم میبینه. این دو نفرم با اینا هم؟ آره آقا، یکیش رو من دیدم اومد تا دم کامیونو برگشت. اصلا آقا اینا میدونی داستانشون چیه؟ اینا یه خانواده شهرستانی هن، عید شدن گفتن کجا بریم؟ بریم تهران اشغال. یه کیسه لبان هم براشن به خودشون آوردن، خرج سفرشون داره. همین، شما دیگه بی خودی شک میکنی. نمیخواد تو واسه من خاطرات تعریف کنی، من همه این خاطرات رو فولم، عمرم رو تو این را گذاشتم. اگه میبینی تا الان دوم بتره نردم، واسه اینی که حواسم جمع کارمه. همین کامیونه، اینا همین کامیونه. از دیشب تا حالا که اینجا پارک شده، مدام حواسم بهشه. اگه امروز صبح تو مانیتور نمیدم، گافه به گافه بزرگو داده بودم. آقا اگه خودت شک داری یه تو کپا بیاریم نگاه کن. گفتی از شهرستان اومدم واسه تهران گردی، کو چرا نمیان تهرانو بگردن؟ یه جا ثابت مونده. کی میخوای تو اینطور چیزا رو بفهمی؟ خب باید به همین چیزاشون شک کنه. آقا اصلا یه کاری میکنم، شما یه ساعت به من وقت بده، من تو این یه ساعت میام راهشی میکنم برم. اگه نرفتن هر چی خواستی به من بگو. خوبه؟ تا یه ساعت دیگه ما باید بریم. نه اینه اینم که گوشی رو جواب نمیده. الو کجایی؟ داری پول جور میکنی؟ آخه الان موقع پول جور کردنه. تا یه ساعت دیگه با پول اومدی که اومدی، وگر نه من پریدم. آره نه نه نه، چک مک قبول نمیکنم، همش نقد نقد. خدافزی بلدی. کامی جنسا یارو ردیف کن بیاد ببره. چشم دل دوزی نکنی آبروی ما رو ببری پیشش. مرکز مرکز شاهد. شاهد جان موقعیت گزارش کن. مرکز تو موقعیت قبلی هست، فقط یه اتفاق خارج از برنامه افتاده. چه اتفاقی؟ چیزی زیاد مهمی نیست، فقط اون خانواده‌ای که نباید می اومدن اومدن با بچه هم هستن، یه ذرم تعدادشون زیاد اینجا شلوغه. اگر میخواید موضوعتون رو عوض کنم؟ نه نه، فکر میکنم حضورشون به استطار ما هم کمک بکنه. فقط تو اولین فرصتون خانواده رو منتقل کنید. منتظر دستور شما هستیم. ببخشید بدرش ببخشید. حسین موقعیت. ببخشید مزاحم شما شدیم، سعی می‌کنم زیاد وقتتون نگیرم. ببخشید بدرشید. خود نگاه چه خبر؟ فعلا چیز غیر عادی نیست. رحیمه وای که بابا سر سیف الله جیر محله. نه نه پلیس، پلیس کجا میدونی پلیسه؟ پلیس بابا قیافش داد میزنه پلیس دیگه. تو اصلا نباید این لو میدادی میام تو عزیزم. وقتی خودش اومده میگه من پلیسم میخوام میام تو، من چی بگم بهش؟ یواش میگی بلند بگو نمیفهمم. پلیس ها میگم تو رو ببرا. نه چرا میگی پلیس؟ این داره نگاهم دست خوشم بیسیم منو معلوم میکنه که کسی پلیس از یا پلیس نیست. عجب آدمی هست جان. الان بیسیم تهیه کرده کاری داره، میری در مغازه میگی آقا دو تا بیسیم میخوام، دو تا بیسیم میگیری میذاری جیب بده میگیری، میری دو تا این رایانه میگیری و میای اینجا. اگه اینو فردا دوز باشم تو اون خونه رو رصد کنه دوربین کشی بکنه چیکار میخوای بکنی؟ چه اونجا رو خالی بکنه چیکار میخوای بکنی؟ فردا کی بود کی نبود یه کامیون اینجا پارک بود، پلاکش هم نگاه میکنه نور. سروان جلالی هستم از اداره آگاهی. بله اصلا معلومه شما پلیسه. کارت نشون دادن نمیخواست. ما همه در خدمتی، ما من زن بچه من. من گفتم بله بهش، من پای یک دارم خودم. سلام علیکم. سلام پدر جان. خب اینا حالا چیکار دارن میکنن اینجا؟ اینا این خونه روبروی هست، اساسی اونجا خلاف خلاف کردن. اینا از یه مدت دوربین کشیدن اونجا، میخوان تماشا کنن ببینن چیکار دارن میکنن. چه خلافی هست؟ هم خلاف خلاف دیگه، سیگار قاچاقی و مواد مخدر این چیزا. مامان دستشویی داره. دستشویی داره؟ چی بابا؟ دستشویی داره. پشو بابا، پشو من ببرم. پشو ببرم. یه لحظه بایستن. خواهش میکنم همه تون معمولی باشین. همه معمولی. معمولی هم ما. ما همه معمولیم. اصلا فامیلی ما معمولی هست. ما غیر معمولی هم فقط. منظورم اینه که عادی رفتار کنیم مثل قبل.
عادی. آه. حواسمون هست. فقط ببخشید من الان همجوری عادی برم تو پارک بچم بره دستشو. من میبرم. فقط خواهش میکنم به این ساختمون روبرو نگاه نکنید. یه لحظه زودی. حواست باشه. میخوام الان بیام. ها؟ باشه بابا. شما دقیقا از که اینجا مستقر شدی؟ ما از دیروز غروب دیشب از دیروز عصر فکر میکنم. تمام مدت تو کامیون بودیم؟ تمام مدت که نه در رفت آمد بودیم و میرفتیم میومدیم. من امروز صبح اومدم اینجا نبودم، شب نبودم. بله نه صبح بچه رو بردیم حموم دیگه. چرا اینجا پارک کردیم؟ سویجه ماشینو گرو بردن. ماشین مال منه کامیون، من پای یک دارم. آوردم ما رو اینجا که فرار نکنیم. ما چون پولمون کافی نبود، کم بود، بعد گفتیم ما رو بذاره یه جایی اینجا دم پارک، بچه هم بازی کنن، هم دستشوی باشه. تو این مدت به مورد مشکوکی بر نخوردین؟ نه چیز ندیدم. مورد مشکوک مثلا چی جناب سربان؟ نه یعنی ما خودمون کلی گرفتاری داشتیم، مثلا دیگه دقت نکرد. مشکوک که نه، من ندیدم. نه نه اینو میشنسی؟ نه 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 ندیدم. اینو چطور؟ اینم نه نه. اینو ندیدین خانم؟ نه ندیدم تا حالا. نه نه نمیشناسم. اینو چی؟ اینو این دور بر نیدین؟ این نمیشناسم سرکار. این نمیشناسم. اتفاقا مورد مشکوک میگه این مشکوک. این کلا قوی است. این میشناسم، میشناسمش. اومده بود اینجا. اینو دیدی؟ داشتیم میرفتیم همون. این و این همسایه‌مون اتفاقا خیلی هم آدم خوبیه. این ما اومدیم ازش سوال کردیم که حمام کجاست؟ برگشت به ما گفتش که حمام مکس کرد و یکم مکس بیشتر کرد و گفت نمیدونم من، در حالی که اگه اینجا ساکن باشه باید بدونم من کجاست. به نظر من کاملا مشکوکه. اومد از ما پرسید کاری نداریم براتون انجام بدیم. خیلی خیلی آدم خوبی بود. اینو چطور؟ نه 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 ندیدم. آره پدر جان اینو ندیدی؟ قلیه. چرا میترسی؟ من که بازجوییتون نمی کنم، دارم چند تا سوال ازتون میپرسم. ببخشید من یه چیزی میتونم بگم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. این آبگوشت من داره طعم میگیره، میشه یه همش بزنم؟ بله بفرمایید. ببخشید شما. بس موقعش نشد فن دل زنگیشون. سرکار ببخشین، همه عکسایی که نشون دادی تو این خونه ها؟ چطور مگه؟ چه نمیری اینا رو دستگیر کنین خب؟ عکس نشونشون بده. ما دنبال این آدم میگردیم، اسمش فرزاده، سردسته بانده، چندین و چند ساله که متواری تحت تعقیبه. ببینم داووده؟ نه فرزاده. نه ایدینش این برای؟ نه دیدیم ما نه قیافش خیلی خلاف تحت تعقیبه؟ جان؟ تحت تعقیبه، تحت تعقیب. بله بله تحت تعقیبه. تحت تحصیله قیافش خیلی خلاف میزنه. الو الو صدا نمیاد. دوباره بگیر. قطع بس میشه. ببخشید. حسینی موقعیت تو داشت. آقای فابریچی، آقای خودنگار، آقای خودنگار، معمولاً حق الکش شما چقدر میگیرین؟ یه میلیون؟ های میلیون؟ چطور مگه؟ همجوری میگم کارکاسبی ما که خوابیده. ما بیم تو کار کاسی به شما دیگه. گازوی لیتی 150 تومن اصلا نمیشه صرف دنده سطحی قدر عوض کنی. کار ما خطرناک. کار ما خطرناکه. تو کامیون شب، نصف شب، تو جاده، خیابون، سرشیبی، سربالایی. تو کسی اصلا اینجا گذاشته؟ اصلا دارم یعنی؟ شه نمیشه بابا. نه ببخش. سرکار ببخش. میشه این بچه ها یه دقیقه تو این دوربین نگاه کنن؟ بهونه میگیرن اذیت میکنن. یه دقیقه تو این دوربین نگاه کنن.
برو بابا. الو. منم میخوام. چی میدونی من تو ماموریتم نمیتونم حرف بزنم. خیلی خوب عزیزم، پای تلفن بگو. تماشا کردی بابا؟ الو. آخه من که نمیتونم آدرس اینجا رو بهت بدم. تو که میدونی. باشه. باشه باشه. خیلی خوب، فقط تا سر کوچه آدرس رو برات میفرستم. خداحافظ. حسینی حسینی. بله آقا. چقدر پول تو دخلت داری؟ 12 کیلو لبو، 4 کیلو باقالی، جمعاً 38 تومن. صبح تا حالا 38 تومن؟ یه زحمت بکش یه بشقاب لبو اون پولا رو بذار زیرش، بردی بیره در کامیون، من میوازت میگیرم. چشم آقا. حواست به کارت باشه. خواهش میکنم. پدر جان، پدر جان، پدر جان، حواست کجاست؟ مردم حواست کجاست؟ پدر جان، بیا. دیدم. چیو دیدی؟ یارو. یارو کیه؟ داووده. فرزادو دیدی؟ عکسی عکس. بابا جان، بیا این ور، پدر من. چه ضعیفه، بعدم فراموشی داره. برو بشین بابا. بابا. پدر جان، این دست نیست شما؟ چش. نه دست نزد. کاری نکرد. حواست کجاست پس؟ بابا این حواست من پرت. ای بابا. حواست به کارت باشه. ببخشید سرکار، معذرت میخوام. چی شده؟ چی شده؟ مرکز شاهد. شاهد بگوشم. متاسفانه یه اتفاقی افتاده. چه اتفاق؟ موقعیت ما نسبت به سوژه استتار شده ظاهرا. یه فرشی اتفاقا جلو پنجرهشونو گرفته. چه بکنیم؟ فرش؟ بله فرش. خانه رو بردارید دیگه. آقا خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم برید عقب‌تر، بذار ما به کارمون برسیم. بذار عقب‌تر، شما بذار عقب‌تر. از این خط فرش کسی این ورتر نیاد. آقا من خارج باشم. آقا شما بلند شو، دخترم پاشو. آقا بچه بیا پایین، بیا پایین. بذار یه ذره عقب‌تر، یه ذره عقب‌تر. بذار کارش رو بکنه. عزیز من بذار کارش رو بکنه. چش بابا ببخشید. من فقط قضامون بر خطه. باشه چش خانم، ما اصلا کاری به قضای شما نداریم که. علی جان سلام. راه افتادی؟ باشه، الان آدرسو میفرستم واسه. من تو فقط تا سر کوچه بیام. من که الان خودم نمیتونم توی موقعیت بیام خانم. چرا درک نمیکنی شما؟ باشه. یه نفر میفرستم الان. باشه. خداحافظ. ببخشید سرتون داد زدم. واقعا قصدی نداشتم. آخه ما داریم کارمون انجام میدیم. کار خطرناکه. گفتیم خدا نکره واسه کسی اتفاقی نیفته. من عذرخواهی میکنم از شما. آقای معمولی، من میتونم از خانم شما یه خواهشی بکنم؟ خواهش میکنم، من که گفتم من زنوارچه من همه در خدمت پلیس. چه خواهشی؟ خانم معمولی، خیلی عذر میخوام، این پولو یه زحمت بکشید تشبیه بدید سر کوچه. خانم من میاد اونجا، اسمش سپیده است، قد متوسطی داره، لاغر، اینا که طبی میزنه چادر سرش میکنه. اینو بدیم به ایشون، بعدم برگردید. بله با کمال میل. خوش بابا. فقط شما این زحمتی میکشین قضای من نسوزه. خیالتون راحت باشه، مواظب قضای شما هست. باشه بذار مامان هرچه. فقط خواهش میکنم عادی رفتار کنی، عین قبل عادی باش. عادی. برو اونجا بابا. مرکز تا چند دقیقه دیگه به اطلاع شما میرسون. خود نگاه چیکارش کنیم؟ نمیدونم، حسین نمیتونه فرشو بکشه پایین؟ اون چه سر پست خودشه. برای شما امکان داره آقای معمولی، برای شما امکان داره که ماشین جا به جا کنین؟ ماشین که
باقیتش اینه که سوید یارو شده دیگه، گفتم براتون دست یاروه. ببین که ببین از کدوم دور میتونی مشرف باشیم بهشون. اصلا فایده نداره، پنجره مشرف نداریم. سرکار این شما زیاد کردی؟ آخو من قلبم اومد تو دهنم. من میگم کار شما سخته ها، ولی کار من سخته ها، کار شما خیلی خیلی سخته. دومتین کامیون رو جا بجا کردم، قلبم اومد تو دهنم. با صورت 200 میزنه. شاهد مرکز مستحضر باشید که مورد استطار حل شد. ما نسبت به سوژه مستقر شدیم. نقی مستحضر باش، لیلا علیه بوده علی. من از طرف شوهرتون اومدم، بعد این پول آوردم که بدم بهتون. 38500 میخوام بشماری. من پول نخواستم. خودش کجاست؟ خودش منزل ماست. منزل شما؟ نه منزل که نه، راستش چجوری بگم یکم سخته. ما الان تو کامیونیم، ایشونم اومده تو کامیون پیش ما. آخه به من گفت میره مأموریت. آره دیگه مأموریته، مأموریتش اینجوریه که الان تو کامیونه. شما پلیسی؟ من؟ نه بابا من معمولیم. آخه میدونی چیه؟ یه چیز مهمی هست. چجوری بگم؟ من امروز آزمایشگاه بودم، جواب مثبته. آخی بارداری؟ به سلامتی. نمیدونه شواره؟ خیلی مبارک باشه. نمیدونه شواره؟ نه نمیدونه، فقط اگه بشه ببینمش بهش بگم. باید ببینیش، باید بهش بگی خبر رو. بیا بریم. بفرم سرکار جان. من از شما در نکنم، تو مأموریت چیزی نمیخوری. سرکار سخت میگیری یا بفرما بابا. از شما در نمک نداره. از شما در نکنه. آقای خود نگاه. من میخورم. بیا بابا. بیا بابا. بیا. دست در نکنه. بیا بیا مهم برای تو. بیا بابا بیا. نریزی ها. آن پنجلی. بیا. تو بس چی رفتی ماشین رو شکردی؟ از من همکاری با پلیس کردم دیگه. تو خودت میگی من زن بچه من پک فامیل من در خدمت پلیس هم، اگه نگفتی؟ وقتی پلیس زور زده درمانی نگاه میکنی من چی میتونم جواب بدم؟ من یه چیزی گفتم تو نباید بری این کاری بکنی که. تو اگه نمیرفتی این کاری میکنی اینو دیدشون کور بود جمع میکردم میرفتم. از کجا معلوم؟ شاید مثلا دو روز این قالی خوش نمیشد، همینجوری دیدشون مجبور بودن همینجا بمونن. الان من جابجا کردم، اینا کارشون شاید سریع انجام شد، دو ساعته رفتن از اینجا. هرچی من میگم تو داری جواب خودت میدی. اومدیم اینو خلاف کنم، حالیشون که نیست. دست کردن یه خونپرندو زرتی زدن، این ماشین و پاشین همه چی بردن رو هوا. برین شما با. سرکار جان. سرکار چه؟ اینو برمیدادی من صحبت کنم. بفهم.
داری کارم میکنی، من مزاحمتم. من میخواستم بگم که هر آن امکان داره زنگ بزنن به ما بگن خونتون آماده تحویله. وقت تکلیفمون چیه؟ آقای معمولی، شما که لطف کردین اینجا رو در اختیار ما گذاشتین، خانوادهتون به زحمت افتاد، خودتون که با پلیس همکاری کردین، یه 2-3 ساعت دندون رو جگر بزنین در خدمت شما هستیم و بعدش رفع زحمت میکنین. شرمنده حالا مسئله چی؟ به ما بگین شاید ما تونستیم یه کاری بکنیم. عرض کردم که ما دنبال فرزا سردسته باند میگردیم که 3-4 سال متواریه. ما اگه پیداش کنیم، متوجه بشیم، ببینیمش، صداشو بشنویم، عملیات شروع میکنیم. سرکار، حالا شما پلیسی، از من عامی پیشنهاد قبول میکنی؟ بفهمه. ببین این بابا همین کلاهی برگشت به من گفت اگه کاری داشتین، مشکلی داشتین، چیزی داشتین بیاین در بزنیم و مشکلتون رو حل کنیم. خب میشه من بگی بهونه بلندشو برم اونجا ببینم چه خبری، یه سر گوشی باب بدم؟ آقای معمولی، ما کار خودمون رو بلدیم، پلیس کار خودشو بلده. شما بفهم عقب‌تر، بفهم عقب‌تر، بذار ما به کارمون برسیم دیگه برادر من. خود دانی، من دارم برای خودت میگم. بفهم عقب‌تر لطفا. من مونده شدم، نباید روشو بدی. آقای خودنگار، خودنگار بود دیگه اسمش. خودنگار جان، چای میخوری؟ بخور، نمک نداره. خودنگار جان، من نگاه کن، شما شناس‌مناس زیاد داری نه؟ چی؟ شناس‌مناس بگو آشنا، نمیفهمی. آشنا داری؟ که چی؟ اینچه این، من یه برادرزن دارم، اسم صمده. این بنده خدا با بردرزنای خودش که اینا میشن بردرزنای بردرزن من، اینا با هم دیگه دعوا گرفتن، بعد این زده اونا لپه کرده، یعنی در واقع دفاع از خود کرده دیگه، یه جورای دیگه. بعد این بردرزنای بردرزن من رفتن شکایت کردن برای این، بعد اینا فراریه. خانم منم دانشجو درس میخونه. خب یعنی چی؟ کتک خورده. میخوام اینو آشنا پاشنا نداری، یه جوری قضیه رو فیصله بدیم، تمام بشه، حل بشه، این زنمو برگرد به زندگی عادیش. بذار اینو که میگه دادگستری مربوطه به ما ربطی نداره. نه با بذاری یه حرف میزنی اینو بیشتر موندگار میشن، جاشون گرم شه میمونه دیگه. من خودم مشکل داره، در خطره، نمیفهمه دیگه، فقط فکر خودت هست. میفهمن. ببین نگاه نکنیم، خب دست منو ببین، خلافکارا تو این خونه، نگاه نکن، از کامیون ما داره نگاهشو میکنه، خیلی قشنگه، الان خودت میبینی. خطرناکه؟ نه خطرناکه. وای وای، اینا هم که همش دارن ری میکنن. کیا رو دارن ری میکنن؟ بابا همینا دیگه، دوباره براشون مهمون اومد. آها، آفرین بابا. بیا بابا، بیا این بلد نیست. سلام. دستونم نکنم مامان. داره به مامان زکو خانم خانم این پلیس. سلام ببخشید بفرم لیلا. هه جزو لیلا کوه نفهمیدم کسی خوش اومدی من مشغول کارشه بله میتونم حسین موقعیت ببخشید من در انتظار سر میبرم بسیار خوب تو موقعیت نماشه سلام علیکم خانم من فقط گفتم برید پولو بدید بیان یه کاری داره باید تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم یه خبر مهم بهت بدم چه خبر مهمی؟ تو این شرایط من که سر کارم خانم یه دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیره بگم خوشحال میشی آخه بابا خبر مرگم شب که میامدم خونه خب باشه میرم ببخشید الان که نمیتونی بری من تو این شرایط آقای معمولی ما یه دقیقه میتونیم خصوصی صحبت کنیم خواهش میکنم بفرم اینجا ببخشید بدر جان ببخشید ببخشید. توراهی داره. چی؟ توراهی باردار. جانم. خودت مثبت. خوش
خوب کنیم. برگرد برگرد آزمایش میشیم. مبارکه مبارکه. ساکت باشیم دیگه. یه شما رو اونجا بشیم اینو چکار بکنیم. اینو بگیم بایش شما. آقا مبارکه. شالا به سلامتی. چکار زنیم؟ پسر عبله هم که نایمد میترسم آخر از پروازم جا بوندن. خب ببخش اینا جسارت، ولی سهم ما رو اینور میدین دیگه. آقا اصلا نمیشونم با اتون بیام؟ نه نمیشه، تو سابقه داری، کافیه بهت شک کنن. خب جفته اون یفتیم تو هچه. ای بابا، خب آقا من اگه سابقه دارم خب جنسای شما رو جا به جا کردم، اصلا تقصیر منه. بعد تو بازجویی هم میگفتم جنس مال کیه. خفه شو، گنده تر از زنه داری حرف بزنی. پاشو پاشو نشین، زنگ بزن به این پسر ببین کجا مونده. خدا سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز ارجمند. کسانی که منتظر هستن 70مین دربی پایتخت رو به نظاره بنشینن، دیدار تیم استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در یک بعد از اونی که سکوهای خالیه خوشگیه بعد جنی جلب توجه سن دیگه بابا بیجان اتاق مجیدی تیوزیت تو بارید. سلام مادر علی، اگر استقلال این بازی رو نزد پرسپولیس برزیل داداش، هر جا بری پرسپولیس برزیل. سند نفت آبادان بابا، تو چهار تا فوتبال نگاه کن بعد نظری پارک بابا بزن دیگه. دو تا دیگه میشد من اون لحظه مصطفی بازیکن سرکار گفتی صداش کم کن کم کرد دیگه. بله بله این ماسی این گل میزنه. شما هم زنگ زد چش میخواد بده این گل. مبارک شما هم باشه. باش مادر جان، من سر هلیکوپتر بخوام که در همینه ها. مادر شما دمت گرم و دمت گرم داشته باشی. هواپیما داشته باشی سقوط بود. باشه چش. خدا حافظ. البته با هم دیگه بزرگ میشن خیلی بهتره. این دوباره بازی می‌کنیم. خیلی خوب بازی می‌کنیم. اسمت مامانه. چی علی رو دارم فهمیدم. اگر استقلال این بازی رو نزد همش قضیه بدون نداره که کار کنه وضعیت که نمیشه. چهار تا پاسگاهی نمیدونم خونه خرسی چجوری بابات پنجلی تو استقلالی هستی؟ رفتی داره کندر بزن دیگه. یه بوی آبگوش میاد مال شما. آقا یه ذریع اوشتا داریم کار میکنیم. اولای قربونت دارم الان مرد حرفش هم هست. الان یه کاسه برات میارم. زحمت چه زحمتی نه بابا. چه خبر خانوم؟ گفتم که یواشتر خانومتون حوض کرده، میخوام یه کاسه آبگوش براش بیارم. هر وقت کارم تموم شد با هم میریم یه رستوران آبگوش میخوریم. چه حرفی میزنی شما؟ زن ساو بوی آبگوشتم خورده، باید حتما بهش بدم. آره بابا سرکار، بالاخره ما هم باید یه چیزی بخوریم دیگه. آره معلومه، ما کار داریم اینجا، نمیدونم آبگوش بخوریم که. بابا ما کار خودمونی میکنیم، شما هم کار خودتونی میکنین دیگه. ما به شما چی کار داریم آقا؟ شما کار تو بکن. ما که میخوایم یه توکی به غذا بزنیم، یه کاسه خانم شما میخوام. نه بس من برم. بین دنیا و اسما ما وقت داریم غذا بخوریم دیگه. تو نیمه است. چرا تو نیمه عوض نشد؟ ما خالی غذا میگیریم. برو کمک میکنم. بیا بیا برو کمک میکنم. بسن ما بیام کمک. نه 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 شما بشین. بخو بابا میخوام بحنم میخورم. نباید شد بگیزم سرکار، گردیمون پایین نمیاد، بیا یه لقمه بخو دیگه. بس شما درد نکن نشونم، تو ما تو مأموریت حق نداریم چیزی بخوری. ای بابا سخت میگیری بابا. بیا بابا نمک نداره، بیا دیگه. روشه جونتون بفهمید، از دست من یه لقمه رو میخوره. بخور دیگه مامان جون. بخور اون نمک نداره، بخور بابا. آدم دست زنشو که رد نمی کنی که. بیا سرکا آقای خودنگاه. خوشمزه شده، خوشمزه شده. اگه بدونی چه مزهی داره بخواست بگم. میدونم واسه آقای خودنگاه میگیرم. من درست میکنم براش. هی دیدوشو بیدی میگیره آقا حتما. خودنگاه جان
بگیر آقا خودنگاه با شما بیا مرسی شاید بگوش هم مرکز موقعیت رو اعلام کنید سرکار بگو مشغول آب گوشتیم بیا موقعیت در همون وضعیت قبلی به سر میبره خودنگاه جان بگیرم نتیجه رو اعلام کنید چشم خدمت شما اعلام میکنم اگر صلاح بدونی مرکز برای اینکه سوژه هنوز رویت نشده ما یه دستگاه شنود بتونیم در محل مورد نظر کار بذاریم در حفظ موارد ایمنی این کار رو بکنیم اطاعت میشه خوشمزه وقت نظر دارم چقدر خوشمزه شده خیلی خوبه دست شما درد نکنم آقا نمیخونم دست شما درد نکنم روی چرا کنیم؟ نمیم رو باید سب کنیم چی رو سب کنیم؟ غذای لیلا همیشه خوشمزه بزن اون آقا معمولی جانه ببخشیدا شما گفتی اون پسر کلا قهوه‌ایه کلا قهوه‌ای بله گفتش که اگه بچه ها شما کاری داشتین بیان در خونشون درسته؟ گفت همساده ایم دیگه هر کاری داشتین بیان انجام بدین دیگه آبی خواستین چیزی خواستین یه زحمت بهتون بدم اشکال نداره؟ جانم بفرمی یه دستگاه شنود ما رو ببریم بذاری تو خونه شونه نه 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 کار داره با من صحبت میکنه تو نباید بپری تو حرفش که راست میگه خانم تو راست میگه کار شما آقای جلالی جان جلالی جان میخوام من ببرم آقا من اشتباه کردم اصلا کار شما نیست آقا داره به من میگه تو من میبرم دیگه تو زن بچه داری دیگه من میبرم به من میگه کار خطرناکیه کار خطرناکی نمیتونه سرکار جون شنو چیه من اشتباه کردم اصلا پلیس نمید همچین پیشنهادی به شما بده من اشتباه کردم دیگه ببخشید سرکار جون من میبرم آقا من اصلا اشتباه کردم دیگه من میگم یکی از بچهای خودمون این کارو انجام بده خطرناک بله خطرناک راست میگی کاری نداره که من بابا یه دقیقه میرم تو اونجا چه کار داری آقا من اشتباه کردم آقا نه چرا من در این خونه آقا شما جریر چی میکنید من اشتباه کردم آقا من نباید این کارو بکنم سرکار من به بهونه آبجوش و اینا یه دقیقه میرم دمدن ببینم اوزاق بعدو اصلا تو نمیرم اگه قول بدی اگه قول بدی اگه خطر تهدیدت کرد تو بچه کاورت میکنن مواظبت هستن نگران نباش سرکار جون نری تو سرکار جون شما نترس من یه دقیقه میرم اونجا شما فقط از همینجا همینجوری که میگی منو کاور کنی چند نفری منو کاور کنی من رفتم برگشتم دیگه مطمئن باشم آقا من رفتم بس میخوام الان با تو بیام نه بابا برم باش جلالی جناب جلالی بده من بده من موقع نهار حرف نزن خود نگو زحمت بکش اون کاتری بده من منش میدم بابا جون آقا چه کاری نگران نباشی بودو معطل نکن من دلم رضا نیستا اگه خطر تهدیدت کرد نریا چش چش معمولی قول دادی ها قول دادم دیگه جلو زن بچه قول دادی ها من بیشتر دلم شور میفته اینه اینه که میشه اصلا میشه پرت کرد که اگه میشه تو ما پرتش میکرده باید جای مناسب چسبون بشه خیلی پا شما فقط منو کاور کنی نخی مواظب باشون دو غم بگی با گوش میچسبه آقا این یارو پسر است بردش به تو یارو پسر رو با هم ببرن آقا چیکار کنم میخوایم وا نکنم نه بدتره ببینم برو این چه مرگشه کامی جنو نذاری بیاد تو نه آقا خیالتون راحت برو دمه در یه دقیقه بایستی سلام داداش ببخشینا چه شما گفتی بودیم من مزاحم شدم کلیتی رو برای ما آبجوش میکنی دست درد این تو بساط شما یه پیک نیکی نه دیگه گازش تموم شده اجازه بدید من خودم نه 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 بفهمم شما من میرم میارم نه تو نیست گفتم این خیلی زرنگه گفتم من برم آ گوش نکردی من میرفتم درست انجام میدادم دیگه بلا شاید بگوشم مرکز دست درد نکنه خیلی ممنون خیلی ممنون بفرمایید خدا حافظ بفرمایید شما بفرمایید
مستحضر باشید که با یکی دو تا از افراد حاضر در محل صحبت‌های شده، بررسی می‌کنه، خدمت شما اعلام می‌کنه. تا مطمئن نشدین هیچ کاری نکنید. تمام اطراف تحت پوشش امنیتی پلیسه. حفظ سلامتی جون افراد خانواده مهمه. اگه اطمینان پیدا کردین، شیوه انجام عملیات در اختیار خودتونه. مفهوم شد؟ مفهوم شد، متشکرم. شما بله، داره برمیگرده. چک کن ببین چه خبره. خود نگاه حواست باشه. چک کن ببین چه خبره. نسوزی بابا، نسوزی. نسوزی آب جوش. نزاش برم تو. آقا نه، خسته نباشید. ممنون که خودتو به خاطر ما خطر انداختی. ولی بهت گفتم که اونا از تو زرنگ‌ترند. خیلی هم زرنگ‌تر نبود سرکار. چطور مگه؟ من این میکروفون رو چسبوندم پشت کمر کلاهیه. پسر منه، ببر مازندرانی. ساکت لطفا. چک کنم این موتوری معلومه این بالا قاطی کرده. بابا تقصیر ارباب، تو اگه چک قبول می‌کرد برو به این دردسر نمی‌انداخت. پول نقد کجا میشه توی عید پیدا کرد؟ نه خب، بالا دست پر اومدی یا نه؟ ای بگی نگی. آره یا نه؟ هفت تومنش کمه. ای بابا تو که اینو می‌شناسی من بهش چی بگم؟ ببین برو خودت یه جور راستریسش کن. بده من. ببین من اصلا حالا روز خوبی ندارم. برو یه شات واسه ما ندید. خیلی خوب باشه بابا. وایسا دیگه تو کجا میای آخه؟ وایسا؟ آره مشکل نداره. اگه میشه؟ آره. آقا اینم پولا. همش درسته. حالا این پسره میگه 7 میلیون پولش کمه، میخواد چی یه ماهه بده. چیکار کنم؟ بگیرم ازش شنا. الو. سلام، شو خوب خواستی؟ آخ خواستی آقا، قربان شما. نما دیگه دم پارکیم دیگه، سویچ که دست شماست دیگه. بیا اینجا ما دم پارکیم الان. آره اینجا قرار نذار، چند تا کوچه بالاته. باشه آقا، قرار ما کوچه پایینی پارک باشه. همین الان میام اونجا. کیه خودشه سرکار؟ نه بابا چی بگم، ولی خودشه. من باهاش حرف زدم آره، اما تو باید بهش بگی آقا فرزاد رفته. خودشه. نه بابا همه بفهمید بیاید. خواهش میکنم بفهمید. من منتظر بفهمید آقا. من بفهمید خواهش میکنم. یعنی چی نمیرم؟ من که نمیشه اینجا بمونید. بده جا بفهمم. تو یه بار منو درک کن لطفا. بیا این بار تو گفتی چقدرشون جانه؟ هفتنی میکنه از سوخت آقا ما چه میرسن و ما میرسن. بگی بگی بقیشو از اینجا جنسی بشم. چشم آقا خیلی خیلی بارم. بچه رو بگی چیکار داری میکنی؟ همو ترسیدم مسئله بازی چی دارم میری؟ بده بابا مرکز، مرکز شاهد. شاهد بگوشم. مرکز مستحضر باشه، سوژه مورد نظر تو محل تحت تعقیبه، دستور حمله صادر می‌کنه. بفرمایید.